سلام، آیا میدونید آبرسانی به پوستتون چقدر اهمیت داره و اینکه اگر پوستتون رطوبت کافی رو نداشته باشه خودش میتونه باعث چه مشکلاتی توی پوستتون بشه؟ اصلا آبرسانی به پوستتون میکنی روزانه؟ این ویدیو 5 دقیقه‌ای رو میخوام وقت بذارید ببینید تا یه سری نکات کلیدی خیلی مهم و در رابطه با آبرسانی پوست بهتون بگم. بریم ببینید. آبرسانی مهمترین بخش روتین هر نوع از مراقبت‌های پوستیه، اما یه سری اشتباهات میتونه پوست شما رو خراب کنه. اولین اشتباهی که تو اغلب خانم‌ها مشاهده میشه اینه که اصلا از کرم مرطوب کننده استفاده نمی‌کنن. هر کسی جدا از میزان چرب بودن پوست خودش به مرطوب کننده نیاز داره. پوستی که آبرسانی کافی داشته باشه شفاف و درخشان و کاملا جوان دیده میشه. علاوه بر این پوست شما رو برای مواد اذیت کننده و یا حساسیت‌زا مثل رتینول که خودش مورد نیاز پوسته آماده تر میکنه. یه نکته خیلی خیلی مهم که شاید خیلیاتون ندونین اینه که حتی افرادی که پوستشون چربه مثل خود من باید از مرطوب کننده استفاده کنن. در حقیقت عدم استفاده از مرطوب کننده میتونه مهمترین دلیل چربی پوست شما باشه، چون خشکی پوست، پوست و جهت جبران خشکی برای ترشح چربی بیشتر تحریک میکنه که نتیجه اون افزایش چربی پوسته. بنابراین لازمه که دست کم یک بار در روز از مرطوب کننده استفاده کنید. اشتباه بعدی استفاده از مرطوب کننده به صورت خشن و بدون لطافته. وقتی از مرطوب کننده مخصوصا در اطراف چشما استفاده میکنید اصلا عجله نکنید. به آرومی اون ژل رو روی پوستتون بمالید. کشیدن پوست خودش باعث ایجاد چین و چروک و آویزون شدن پوست میشه. بنابراین برای مصرف مرطوب کننده از انگشت حلقه استفاده کنید، چون این انگشت ظریف‌تر و ضعیف‌تره و مجبور میشید آروم و با احتیاط عمل کنید. اینطوری همیشه یادتون باشه که مرطوب کننده رو از پایین به بالا روی سطح پوستتون بمالید. بزرگترین اشتباه استفاده از محصولیه که مناسب پوست شما نباشه، در حالی که همه افراد به مرطوب کننده نیاز دارن. هر مرطوب کننده‌ای برای همه مناسب نیست. باید محصولی رو تهیه کنید که ترکیبات اون مناسب پوست شما باشه. به عنوان مثال اگه پوست شما چربه باید به جای کرم‌های سنگین از لوسیون استفاده کنید. حالا دلیل این که من خودم ژل هایلایف رو برای همه پوستا برای همه موارد معرفی میکنم اینه که این محصول فاقد سولفات یا هر نوع ماده شیمیاییه که خودش میتونه پوست رو کاملا اذیت بکنه، و خبر خوبم اینه که مناسب انواع پوسته، پس نیازی نیست تو این مورد بخواید ببینید کدوم محصول آبرسان مناسب پوستتونه. این ژل به سرعت جذب پوست میشه و حاوی روغن شیباتر، روغن جوجوبا، جلبک دریایی، روغن کرچک و هیالورونیک اسید و خیلی ترکیبات دیگه که خودش از فاکتورهای بسیار مهم آبرسانی و حفاظت از پوسته. و اگه به تازگی عضو خانواده رابوتپ شدین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ژل رو امتحان کنید و نظرات خودتون رو با ما این زیر در میون بذارید. خب بریم سراغ اشتباه بعدی. بلافاصله بعد از مصرف مرطوب کننده آرایش کردن و یا استفاده از کرم فونداسیونه که اگه این کار رو انجام بدید آرایش شما کل روز روی پوستتون نمیمونه. پس چند دقیقه صبر کنید تا جذب پوستتون بشه. اگه عجله دارید و زمان کافی ندارید قبل از آرایش کردن صورت خودتون رو با دستمال خشک و پاک کنید. در نهایت بزرگترین اشتباه اینه که به اندازه کافی لایه برداری نمی کنید. اگه یه لایه ضخیم پوست مرده روی پوست شما باقی بمونه هیچ وقت نمیتونید از مزایای کامل ژل آبرسان بهره مند بشید. بنابراین بهترین پیشنهاد اینه که هفته یک بار یا حداقل دو هفته یک بار از یک براش پاک کننده یا یک لایه بردار خوب یا بهترین گزینه که به نظر من اصلا میشه درمایف ساده استفاده کنید. خود درمایف هم که تو ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادم میتونید برید اونم ببینید. حالا نکته دیگه هم که میخوام خدمتتون بگم اینه که علاوه بر اینکه شما آبرسانی میکنید به پوستتون به صورت روزانه، میتونید هر چند وقت یک بار، ماهی یک بار، دو هفته یک بار تشریف ببرین سالن‌های زیبایی، براتون از دستگاه هیدرودرمی استفاده بکنن و آبرسانی بکنن به پوستتون. این آبرسانی یه مقدار با قضیه ژل‌های آبرسان فرق می‌کنه. درسته با همین شال استفاده بشه، ولی اون آب رو داخل سلول‌ها ایجاد می‌کنه و خیلی خیلی مهمه که ما به پوست خودمون برسیم و از این روش‌ها بتونیم استفاده کنیم. و بخش آبرسانی پوست به این زودی‌ها و به این راحتی‌ها تموم نمیشه. خیلی نکته هست که باید بهتون بگم. توی چند تا ویدیوی بعدی هم سعی می‌کنم که فقط به این مسئله آبرسانی بپردازم. خیلی ممنونم ازتون که اینقدر ما رو حمایت میکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین و اگر واقعا بهتون کمک کرد، اینجا یه دونه فلش هست، اینو میزنید
استوری میکنید، به بقیه دوستاتون هم معرفی میکنید، شاید به اونم کمک بکنه. ان شاءالله که همه پوست خوبی داشته باشید. تا برنامه